بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. طالبان میگوید قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها را به تدریج عملی می کند. شیوع اختلالات روانی در ایران، 30% جمعیت با مشکلات روحی دست و پنجه نرم می کند. هشدار پزشکان بریتانیایی، نظام مهاجرتی بریتانیا به پناهجویان آسیب روانی می زند. و راز معروف شدن حضرت معصومه سلام الله علیها به کریمه اهل بیت علیهم السلام. وقت شما بخیر. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان گفته این گروه به تدریج قانونی مبنی بر منع انتشار تصویر موجودات زنده را در تمام رسانه‌ها اجرا خواهد کرد. وی به خبرگزاری فرانسه گفته تلاش‌ها برای منع پخش تصویر موجودات زنده در رسانه‌های برخی از ولایت‌ها آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که قانون جدید طالبان علاوه بر منع پخش تصویر موجودات زنده، مقررات دیگری نیز برای رسانه‌ها وضع خواهد کرد. روز گذشته منابع محلی در استان تخار گفتند مقام‌های طالبان دستور منع کامل عکاسی و تهیه گزارش‌های تصویری را در این استان صادر کردند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی 146 هزار نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند که در میان 70 نفر جان باختند. طبق گزارش این سازمان 55% مبتلایان کودکان زیر 5 سال و 49% آنان زن هستند. بیماری اسهال معمولاً به علت عفونت باکتریایی یا ویروسی و عدم تحمل برخی غذاها یا داروها ایجاد می شود. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی گفته است که 60% از بازگشت های افغانستانی ها از ایران اجباری و 40% دیگر داوطلبانه بوده است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 23 مهر با ابراز نگرانی از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران گفته که از ژانویه 2023 تا ماه ژوئیه امسال دست کم 1,700,000 شهروند افغانستان از ایران به کشور خود برگشته و اکثر آنان به صورت اجباری اخراج شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که اولین گروه از پناهجویان با کشتی نیروی دریایی ایتالیا به طرف آلبانی حرکت کرده است. ایتالیا میگوید به درخواست پناهندگی هزاران نفری که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند در خارج از این کشور رسیدگی می کند. یک منبع به رویترز گفته این کشتی با تعداد نامشخصی از پناهجویانی که اخیراً از دریا نجات یافته اند از نزدیکی جزیره لامپدوزا حرکت کرده است. کلیپی از ساندویچی در میدان تایمز نیویورک که با وجود جریمه 50 دلاری روزانه قرآن پخش می کند به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. در این ویدئو گردشگر تور که درباره این رستوران کوچک و پایبندی صاحب آن به تلاوت قرآن صحبت می کند. این اقدام باعث جلب استقبال کاربران شده است. ارتش فدرال سومالی اعلام کرد که در درگیری با عناصر گروه تروریستی سنی‌های تندروی الشباب در منطقه رأس قابو واقع در ایالت هرشبیلی 25 تروریست کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
این عملیات چند روز پس از موفقیت‌های قبلی ارتش و متحدانش در ایالت‌های گالگادود و شیبیلی مرکزی انجام شد که در آنها 59 نفر از عناصر الشباب به هلاکت رسیدند. این اقدامات نشان دهنده تلاش‌های مستمر ارتش سومالی در مبارزه با تروریسم است. وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که هدف آن افزایش تعداد درختان نخل به 30 میلیون درخت طی چند سال آینده و بازگرداندن جایگاه این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده خرما در بازارهای جهانی است. عباس المالکی وزیر کشاورزی از اهمیت نخلها و خرماها سخن گفت و بیان کرد که برای احیای نخلستانهای آسیب دیده در دهه های گذشته یک برنامه عملیاتی استراتژیک اتخاذ شده است. پژوهش دانشگاه ساپینزا نشان می‌دهد که کافئین موجود در قهوه، چای و کاکائو به بازسازی پوشش رگ‌های خونی و رشد عروقی کمک می‌کند. طبق مطالعه‌ای که در نشریه روماتولوژی منتشر شده، مصرف کافئین برای افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید مفید است، زیرا اثر ضد التهابی دارد و می‌تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده تأثیر مثبت کافئین بر سلول‌های پیشساز لایه درون رگی است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواد غذایی مانند تخم مرغ با داشتن آنتی اکسیدان‌ها، کلین و اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند التهاب را کاهش داده و در پیشگیری از زوال عقل مؤثر باشند. افرادی که روزانه یک تخم مرغ مصرف می‌کنند نسبت به کسانی که کمتر از آن استفاده می‌کنند احتمال کمتری برای ابتلا به زوال عقل دارند. تخم مرغ همچنین منبع خوبی از ویتامین‌های B، کلین، فولاد و ویتامین D است و حدود 6 گرم پروتئین دارد. در حال حاضر درمان مشخصی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که برخی عوامل سبک زندگی می‌تواند بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر بگذارد. آلزایمر عمدتاً در افراد مسن دیده می‌شود، اما بخشی طبیعی از پیری نیست. شناسایی علائم اولیه مانند ضعف حافظه امکان ارائه روش‌های مراقبت و درمان مناسب را فراهم می‌کند. تشخیص زود هنگام می تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا کمک کند. علائم سرماخوردگی معمولا مشابه علائم کرونا و آنفولانزا هستند، اما خفیفتر و با آبریزش بینی، عطسه، گلودرد، سرفه، درد خفیف بدن و احتمالا تب خفیف همراهند. این علائم به تدریج ظاهر می شوند و 2 تا 3 روز پس از عفونت به اوج خود می رسند. برخلاف آنفولانزا، کووید 19 به آرامی شروع می شود و به تدریج وخیمتر می شود. با از دست دادن حس بویایی یا چشایی که در آنفولانزا شایع نیست. رئیس انجمن روانپزشکان ایران اعلام کرد که حدود 30% از جمعیت کشور به اختلالات روانی با افسردگی و استراب به عنوان شایع‌ترین موارد مبتلا هستند. عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله فشارهای مالی و احساس ناامیدی بر افزایش این اختلالات تأثیرگذار بوده و ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان و تابوهای اجتماعی به چالش‌های موجود در این حوزه افزوده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. رئیس انجمن روانپزشکان ایران از ابتلای 30% جمعیت کشور به اختلالات روانی خبر داد و اعلام کرد که افسردگی و اضطراب شایع ترین اختلالات در میان ایرانیان است. بر اساس نتایج اخیر غربالگری، افسردگی به ویژه در زنان 2 برابر مردان رایج است. عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله فشارهای مالی و احساس ناامیدی به شدت بر افزایش این اختلالات تأثیر گذار بودند.
آمارها نشان می‌دهند که در کودکان اختلالات بیش‌فعالی و نداشتن تمرکز نیز رو به افزایش است. یکی از چالش‌های بزرگ در درمان اختلالات روانی، هزینه بالای مشاوره و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تأمین این هزینه هاست. همچنین تابوهای اجتماعی در مراجعه به متخصصان روان درمانی نیز به افزایش مشکلات دامن زده است. به باور برخی جامعه شناسان، افزایش طلاق، ترک تحصیل و فقدان انگیزه برای فعالیت‌های اجتماعی از جمله تبعات شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران است. ناتوانی در دستیابی به اهداف و فقدان امنیت اقتصادی نیز به افزایش اضطراب و افسردگی دامن می‌زنند. از این رو توجه به مسائل اجتماعی و تغییر نگرش جامعه نسبت به اختلالات روانی می تواند به افزایش آگاهی و بهبود سلامت روان در کشور کمک کند. به ویژه نیاز به گفتگو درباره این موضوعات و کاهش احساس شرم و ننگ می تواند به درمان بهتر و مؤثرتر مبتلایان منجر شود. پزشکان بریتانیایی هشدار دادند که نظام مهاجرتی این کشور به وضعیت روانی پناهجویان آسیب می‌رساند. کالج سلطنتی روانپزشکان بریتانیا از حزب کارگر خواسته تا قوانین مهاجرتی را بازنگری کرده و از باز آزاری پناهجویان جلوگیری کند. پزشکان ارشد این کالج سیستم مهاجرت بریتانیا را به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت روان عمومی معرفی کرده و هشدار دادند که این سیستم به پناهجویان آسیب می‌زند و خطر تشدید مشکلات روانی از جمله تجربه دوباره آسیب‌های گذشته برای افرادی که قبلاً دچار اختلالات روانی بوده‌اند به همراه دارد. از مهمترین القاب حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت است. این لقب بر اساس رویای صادقه یکی از علمای بزرگ شیعه از سوی اهل بیت علیهم السلام به این بانوی گرانقدر داده شده است. ماجرای این رویای صادقه بدین شرح است. مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی، پدر بزرگوار مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی، بسیار علاقمند بود که محل قبر شریف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به دست آورد. ختم قرآن مجربی انتخاب کرد و 40 شب به آن پرداخت. شب 40 پس از به پایان رساندن ختم و توسل بسیار استراحت کرد. در عالم رویا به محضر مقدس حضرت امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام مشرف شد. امام به ایشان فرمودند علیک به کریمت و اهل بیت، یعنی به دامان کریمه اهل بیت سلام الله علیها چنگ بزن. ایشان به گمان اینکه منظور امام علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها است عرض کرد قربانت گردم، من این ختم قرآن را برای دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرف شوم. امام فرمود منظور من قبر شریف حضرت معصومه سلام الله علیها در قم است. سپس افزود به دلیل مصالحی خداوند می‌خواهد محل قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها پنهان بماند. از این رو قبر حضرت معصومه سلام الله علیها تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده شده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتی برای آن مقدر بود، خداوند همان جلال و جبروت را به قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها داده است. آیت الله مرعشی می‌فرماید پدرم به من سفارش مؤکد داشت که گرچه من قادر به رفتن به قم و زیارت ایشان نیستم، اما تو این کار را انجام بده. لذا من به همین خاطر به زیارت امام هشتم و فاطمه معصومه سلام الله علیها از نجف آمدم و به اصرار مؤسس حوزه علمی قم آیت الله حائری یزدی در آنجا ماندگار شدم. و خبری از قاره آفریقا، در عملیات علیه بوکو حرام در شمال شرق نیجریه 15 تن از اعضای سازمان تروریستی و سنی‌های تندروی بوکو حرام تسلیم شدند. در بیانیه ارتش نیجریه آمده است که ارتش عملیاتی را علیه بوکو حرام در منطقه آگواتا در ایالت بورنو انجام داده است.
در این بیانیه گفته شد در عملیات 15 نفر از اعضای سازمان تسلیم شدند و اردوگاهی که تروریست‌ها در آن پناه گرفته بودند منهدم شد. گفتنی است ده ها هزار نفر در خشونت های دست جمعی سازماندهی شده توسط گروه سنی های تندروی بوکو حرام که از اوایل دهه 2000 از سال 2009 در نیجریه حضور داشتند جان خود را از دست دادند. این گروه تروریستی همچنین از سال 2015 حملاتی در همسایگان مرزی این کشور کامرون، چاد و نیجر انجام داده است. دولت بریتانیا با تغییر موضع خود به تعدادی از سربازان نخبه افغانستانی که در کنار نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان مبارزه کرده اند اجازه اسکان در این کشور را می دهد. این تصمیم پس از رد درخواست های اقامت نزدیک به 2000 نیروی ویژه افغانستان معروف به سه شماره‌ای اتخاذ شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دولت بریتانیا در یک تغییر موضع جدی اعلام کرد که به تعدادی از سربازان نخبه افغانستانی که در نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان مبارزه کردند اجازه اسکان در این کشور داده خواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت پیشین بریتانیا درخواست‌های اقامت نزدیک به 2000 نیروی ویژه افغانستانی معروف به سه شماره‌ای را رد کرده بود. این سربازان اعضای یگانهای CF 333 و ATF 444 بودند و به دلیل همکاری نزدیک با نیروهای بریتانیایی در معرض خطر شدید قرار داشتند. موضوع این کماندوها در فوریه 2024 و پس از پخش گزارشی از برنامه تحقیقی پانورامای بی بی سی درباره رد درخواست‌های آنها به طور گسترده‌ای مطرح شد. لوک پولارد معاون پارلمانی وزارت دفاع بریتانیا در مجلس عوام اعلام کرد که بازبینی‌های جدید نشان می‌دهد برخی از درخواست‌ها به اشتباه رد شدند. او تأکید کرد که این موضوع به دلیل اشتباهات در نگهداری اسناد بوده و شواهدی مبنی بر سوء نیت یافت نشده است. پولارد افزود که تاکنون 25% از درخواست‌های رد شده مورد تجدید نظر قرار گرفته و پذیرفته شدند. همچنین برخی از سربازان افغانستانی به طور مستقیم از دولت بریتانیا حقوق دریافت می‌کردند و نادیده گرفتن این مسئله در روند بررسی‌ها منجر به رد درخواست‌های آنها شده بود. این تغییر سیاست به ویژه پس از انتقادات شدید از عدم توجه به وضعیت این کماندوها امیدواری هایی را برای آنها ایجاد کرده است. رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان تأکید کرد که در ادارات دولتی این استان باید شیعیان به تناسب جمعیت خود حضور داشته باشد. استان بامیان از مناطق مرکزی افغانستان است که بیش از 90% جمعیت آن را شیعیان این کشور تشکیل می‌دهند. حجت الاسلام والمسلمین سید نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان طی ازاراتی گفت 48 عالم و محتسب شیعه در استان بامیان حدود 4 ماه پیش توسط وزارت امر به معروف حکومت طالبان اخراج شدند. رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان خاطر نشان کرد. بزرگان و علمای شیعه استان بامیان در دیدار با مولوی عبدالکبیر به صورت صریح از او خواستند که شیعیان در ادارات دولتی استان بامیان به تناسب جمعیت خود حضور داشته باشد. شیعیان باید در هر جایی که لازم باشد چه در ادارات و چه در ارتش استخدام شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان میگوید قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها را به تدریج عملی می‌کند. شیوع اختلالات روانی در ایران، 30% جمعیت با مشکلات روحی دست و پنجه نرم می‌کند. هشدار پزشکان بریتانیایی، نظام مهاجرتی بریتانیا به پناهجویان آسیب روانی می‌زند. راز معروف شدن حضرت معصومه سلام الله علیها به کریمه اهل بیت علیهم السلام.
عملیات نظامی علیه بوکوهرام در نیجریه. تغییر موضع بریتانیا، صدها سرباز افغانستانی مجوز اسکان در این کشور را دریافت می کنند. و علما و جوانان شیعه افغانستان توسط طالبان از ادارات اخراج شدند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.